من میخواستم ازتون خواهش کنم که از بعد دیگه از آثارتون با ما صحبت کنید. من متوجه نشدم. میخواستم ازتون خواهش کنم که از بعد دیگه از آثارتون هم با ما صحبت کنید. اگر بخوام به طور مستقیم اشاره بکنم، باید به سید در پی صیاد اشاره کنم و وجود مبارک حضرت مولانا که امروز یک شخصیت جهانی هست. اگر امکان داره در این باره هم برای ما صحبت کنید و ساخت این اثر اصلا چی شد که شکل گرفت، چه اتفاقی افتاد، اون شیدایی هایی که کارگردان و نویسنده و بازیگر کار که حضرت عالی بودید در اون دوره دوچار اون عوالمی که بودید، هر آنچه که فکر میکنید گفتنیست برای ما بگید. ممنونم. بله، عرضم به حضور شما که علی جان، سید در پی صیاد خودش داستان مفصلی داره که حالا قبلش من یه اشاره‌ای بکنم. اشاره کردم اول صحبت که خب من همیشه در تلاش بودم که به اون گفته تولستوی خودم رو نزدیک بکنم که هرگز موفق نشدم، هنوزم نشدم و بعد هم نخواهم شد. من که خیلی درجه بالا و بالاترین من باید در بالاترین نقطه جهان بینی از تشریش قرار گرفته باشد. خیلی اما به هر حال یک اعتقاد پیدا کردم که در اون اعتقاد کار میکنم و امیدوارم که تونسته باشم که ثمره ای بده. هدف هنر از نظر من اطلاع زیست انسان و ساخت جهان بهتر و مهربونتره و هر نوع اندیشه‌ای که به نوع این حرکت هنر رو به سوی این هدف، به سوی هدف جهان مهربونتر در ارتباطات بین آدم و آدم، آدم با طبیعت و با محیط زیست بگیره، در هر هنر در این جهت باید حرکت بکنه. یا به اعتقاد من میگم باید، چون اعتقاد شخصی ممکنه باید از نظر بعضی ها زیادی باشه، اما جهان بهتر و مهربانتر هدف اون هست. جذب من اون موقع به طرف مولانا از این بادی بود که در آثار اون نسبت به هم اسرار خودش بینش عمیق‌تری نسبت به آدم و اطرافش دیدم. شاید مثلا این نگاه در اون دوره به دلیل تحقیقات کم من بود، برای اینکه فرض کنید ما در جهان فیلسوفی مثل نیچه داریم که او در اون لحظه و نظریاتش راجع به هنر، راجع به موسیقی، راجع به تئاتر، اینها میتونه دگرگون کنه تفکر نسبت به این مقولات رو. فرض بفرمایید میشه هر نوع حرکت رو در جهان متافیزیک به سوی سرای دیگه، جهان دیگه و بازگوی اون چیز و تبلیغ اون نوعی کشتن هنر میدونه. چرا؟ برای اینکه هنر رو همون برای زیست بهتر در این سرا، در سرای زندگی، در این سرا همه چیز رو در زندگی میدونه. خب من اون موقع شیفته مولانا شدم و کار کردم، با اعتقادم کار کردم. بسیاری از صحنه‌هاش رو وقتی من می‌نوشتم یادمه که حتی همسرم هنوز میگه که این صبح که بلند میشد این کاغذ از اشک خودم خیس شده بود و بعضی از حروفش رو با مداد نوشتم، قابل خوندن نبود. با اعتقاد اون رو نوشتم و با اعتقاد کار کردم، اما بسیار تحمیل ها شد در اون کار از چیزی دارم. یعنی به اعتقاد اون روزگار من شمس آدمی نبود که نماز بخونه. فرزن وقتی شما میخونید آثارش رو میبینید که نه اینجوره نمیخونه،
یه نوع نگاه دیگه داره به خدا و انسان و به خودش. اما در اون سریال بعد از تموم شدن اینا به من گفتن باید شمس نماز بخونه. خب ببینید نماز خوندن ممکنه برای خیلی عزیز و مقدس باشه، همون شخصیت خب نمیخونده. وقتی من این رو صحنه بگیرم که و بعد این خطر با این خطر مواجه شد سریال که کلن پخش نشه، یا من مورد این سوال قرار میگیرم در اون شرایط که هر اون مخالف دین و مذهب و نماز خوندن و غیر و اینه هستم. خب ما یه صحنه گذاشتیم که شمس نماز یا چیزهای از این قبیل، فشارهای از این قبیل وجود داشت که اون موقع فشارها کمتر و کوتاه‌تر بود، ولی بعدها روی کارهای دیگه این فشارها و این سانسورها بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که اصلا دیگه من مجبور شدم این اواخر مثلا برای تله تئاتر یک کار می‌نوشتم، اسم یک نویسنده خارجی رو می‌ذاشتم، مترجم تراکست می‌دادم تصویب می‌شد، اما اگه اسم خودم بود تصویب نمی‌شد. و اینا بده، اینا برای یک محیطی که میخواد کار سالم فرهنگی بکنه قشنگ نیست و سرکوب کننده اندیشه و فرهنگ. بنابراین به اونجا رسید که الان اومدم در ساکرامنتو، من باید توی ایران باشم، اونجا باید کار کنم، اونجا باید تماشاگر من اونجا باشه، مخاطب من اونجا هستن، مخاطب زبان من زبان فارسی هست، زبان فارسی هست. اینجا هم من به خاطرتون باشه یه کار به زبان پارسی کردم و سرگذشت موسیقی ایران بود که با همکار قدیمی خودم در گروه تئاتر ملی ایران خانم گلشین، منیژه گلشین، این رو اینجا رو صحنه برد. البته خیلی هم بار شد اجراهای متعدد در ساکرامنتو و شهرهای دیگه انجام دادیم. اما خب تعداد تماشاگران ما در مجموع به تعداد دو شب تماشاگران ما در تهران نمیرسه، این هست دیگه. و اینجوری هست که آنطور که باید آدم نمیتونه کار بکنه، نمیتونه کار رو پیش ببره. در حال دوست دارم اگر فرصتی برای کار کردن پیدا کنم فقط روی شاهنامه کار کنم، یا داستان‌های معاصر، قصه‌های معاصر. الان براتون خنده داره اگر بگم که کاری که دارم می‌نویسم نمایش است به نام بازیگر نقش سوسن. برای اینکه این سوسن خواننده به نظر من یه آدم شریفی بوده که بسیار بهش جفا شد، بسیار باش بد رفتار شد و در جوانی در واقع دقمرگ شد این آدم. یک کسی که در یه شهرستان دور به دنیا میاد، میاد به تهران، از کودکی مادرش از دست میده، پدرش از دست میده، با کسی که منصوبه یا میگن خالش میده بزرگ میشه و بعد به کافه ها میره میخونه غیر و اینها و برخورد های بدی که باهاش میشه هم در اون دوره هم بعدن که میاد اینجا، در حالی که به شدت از طریق قشر وسیع از تماشاگران مخاطبین خودش مورد حمایت قرار میگیره. میگویند چندین میلیون نفر طرفدار داشته و روزی که فوت میکنه کسی بالا سرش نبوده. یعنی برها دارم زندگی این آدم رو به نام بازیگر نقش سوسن مینویسم که امیدوارم بتونم تمومش کنم. خیلی هم خوب و عالی، امیدواریم که زودتر این اثر فاخر تموم بشه و ما بتونیم بر صحنه ببینیم. این که پرداختید به همچین موضوعی نشون میده که شما همچنان که نگاهتون ژرفه، نگاهتون به روز هم هست. همطور که گفتید که اگر شاهنامه رو نتونیم با مسائل امروز و جهان امروز در واقع مطابقت بدیم و همسنگ بکنیم اتفاقی نمیفته. خوندن شاهنامه هم تأثیری در وضعیت فکری فرد یا جامعه ایجاد نمی کنه.